سلام شب روز شما خیر در هر کجای دنیا که هستین به این بخش خبری خوش آمدید خبرگزاری مهر یک گزارشی از سونامی خیلی بیکاران کشور در آینده نزدیک خبر داده است بر اساس این گزارش نرخ بیکاری جوانان به مرز هشدار دهنده 24 درصد رسیده و دست کم یک میلیون و 100 هزار فارغ و تحصیل دانشگاهی امکان ورود به بازار کار را نمییابند این گزارش میافزاید که طبق گفته ی وزیر کار به زودی چهار میلیون نفر دانشگاهی دیگر نیز راهی بازار کار خواهند شد. بر اساس این گزارش طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری عمومی کشور در سال 92 برابر با ده ممیز چهار درصد بوده ولی نرخ بیکاری جوانان گروه سنی 15 تا 24 سال به میزان 24 درصد اعلام شده است. نرخ بالای بیکاری در میان جوانان در حالی است که شهین دختر مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هفتم اردی به هشت ماه اعلام کرد که نرخ بیکاری زنان 15 تا 24 ساله طبق سرشماری سال 1390 به میزان 46 درصد است. یک روز پس از که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از مجاهدین خلق ایران گفت که بعد تسلیحاتی برنامه اتمی ایران همچنان پابرجاست، جمهوری اسلامی این اتهام را تکذیب کرده و آن را بیپایه و جعلی خواند. روزنامه وال استریت جورنال خبر داده بود بر اساس گزارشی که از سوی سازمان مجاهدین خلق در اختیار این روزنامه قرار گرفته به نظر می رسد فعالیت های تیم تحقیقاتی ایران بر روی بود تسلیحاتی برنامه اتمی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. در این گزارش آمده بود که این فعالیت ها در یک دهه اول تحت عنوان طرح آماد به رهبری محسن فخریزاده مهندس هسته‌ای و عضو ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دنبال می‌شد. به دنبال انتشار این گزارش دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک این اتهام را رد کرد و آن را بیپایی و اساس دانست. وزرای خارجه ایران و عمان در حاشیه نشست وزرای خارجه جنبش عدم تعهد در الجزایر دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و یوسف بن علوی وزیر مشاور در امور خارجی عمان در حاشیه همین نشست میان دوره وزرای امور خارجی جنبش عدم تعهد در الجزایر دیدار کردند و در خصوص مسائل و موضوعات مورد تبادل نظر کردند. ظریف در حاشیه نخواستین روز از این اجلاس با وزیران امور خارجه اسپانیا، لبنان، مصر و ونزوئلا هم دیدار و گفتگو کرد. در همین حال ظریف در هفته همین اجلاس میان دوره وزیران خارجه جنبش عدم تعهد به موضوع هسته‌ای ایران اشاره و گفت که ایران به NPT و قانون بین المللی دهنکجی نمی کند. رئیس هیئت مذاکره کننده هسته ایران همچنین به مذاکرات ژنو اشاره کرد و گفت برنامه اقدام مشترک نشان داد که امکان حل و فصل این موضوع وجود دارد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ضمن تشریح اصول سیاست خارجی دولت خود ادامه مذاکرات سیاسی با جمهوری اسلامی را در مناقشه هسته‌ای موثرتر از قهر و زور است. رئیس جمهوری آمریکا گفت که برای نخستین بار در ده سال گذشته شانس خیلی بالایی برای دستیابی به توافق اتمی با جمهوری اسلامی وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ها رئیس جمهور ایالات متحده از مذاکرات هسته با جمهوری اسلامی حمایت کرد و گفت برای نخستین بار در ده سال گذشته شانس خیلی بالایی برای دستیابی به توافق اتمی با جمهوری اسلامی وجود دارد. براک با ما در مراسم فارغ و تحصیلی دانشجویان آکادمی نظامی ایالات متحده در وست پوینت نیویورک گفت جمهوری اسلامی علیرغم هشدارهای ایالات متحده اسرائیل و سایر کشورها در طول سالها برنامه هستهای خود را پیش برده اما از زمان آغاز ریاست جمهوری وی واشنگتن ضمن اعمال فشار بر جمهوری اسلامی از طریق تحریم دست خود را نیز برای مذاکره به سوی دولت جمهوری اسلامی دراز کرد وی افزوده است اکنون امکان آن است تا بر سر تفاوت‌هایمان به مصالحه برسیم راه رسیدن به موفقیت طولانی است و ما تمامی گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ایران را مد نظر داریم اما برای اولین بار در یک دهه گذشته شانس خیلی بالایی برای رسیدن به توافق وجود دارد توافقی که تأثیر گذارتر و با دوامتر از توافق به دست آمده از طریق اعمال زور است از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی مذاکرات هسته جمهوری اسلامی پیشرفت های محسوسی داشته و در همین راستا مقام های ایران و آمریکا با یکدیگر دیدار و گفتگو داشتند هم اکنون طبق توافق موقت هسته ای ژنو که سوم آذر ماه سال گذشته منعقد شد جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی در حال مذاکره برای دستیابی به توافق نهایی و جامع هستند باراک اماما در ادامه سخنان خود همچنین با اشاره به بحرانهای اوکراین، سوریه و آفریقای مرکزی گفت دولت وی علاقه ای ندارد خود را درگیر بحرانهایی کند که به طور مستقیم امنیت و اقتصاد آمریکا را تهدید نمی کنند. وی افزود حل این بحرانها وظیفه آمریکا نیست و تاکید کرد پس از جنگ های پرهزینه چند سال اخیر آمریکا بسیاری از آمریکایی ها مخالف مداخله نظامی آمریکا در چنین بحران های هستند آقای اوباما در خصوص بحران سوریه هم با تاکید بر اینکه هیچ راه حل صرفا نظامی برای مقابله با این مسئله وجود ندارد گفته است به عنوان رئیس جمهور تصمیم من این بود که ما نباید نیروهای آمریکایی را وارد این جنگ داخلی فرقه ای کنیم وی با این حال افزود اما این بدان معنا نیست که نباید به مردم سوریه کمک کنیم تا مقابل دیکتاتوری که مردم را بمباران می کند و به آنها گرسنگی میدهد دهد بیستند. با کمک به کسانی که برای دفاع از حقوق سوری ها برای رقم زدن آیندهشان می جنگند، ما همچنین شمار روبه افزایش افراتیونی را که از این هرج و مرج به نفع خود استفاده می کنند به عقب میرانیم. رئیس جمهور ایالات متحده خاطر نشان کرده است کشورش حمایتهایش را متوجه کشورهای همسایه سوریه اردن، لبنان، ترکیه و عراق خواهد کرد کشورهایی که به گفته وی ضمن پناه دادن به پناهجویان سوری با تروریست های مستقر در مناطق مرزی سوریه نیز مقابله می کنند. آقای اوباما همچنین تاکید کرد ضمن تلاش برای یافتن راه سیاسی برای بحران سوریه تلاش خواهد کرد کنگره را راضی به حمایت از اپوزیسیون سوریه کند گروهی که به گفته وی بهترین گزینه در مقابل تروریست ها و یک دیکتاتور بیرحم است آقای اوباما در بخش دیگر از سخنان خود از حضور کشورش در جایگاه یک قدرت جهانی دفاع کرد و گفت آمریکا باید همواره در صحنه جهانی نقش رهبری را حفظ کند اگر ما این کار را نکنیم هیچ کشور دیگری این کار را نخواهد کرد آقای اوباما تاکید کرد آمریکا در آینده هم به تنهایی وارد جنگ خواهد شد اما فقط زمانی که منافع اصلی به ویژه امنیت ایالات متحده به خطر افتاده باشد در موارد دیگر تنها با همکاری متحدان عمل خواهد کرد رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر قدرت ارتش ایالات متحده تصریح کرد ارتش پشتیبان قدرت رهبری ماست و در سطح جهان نظیر ندارد اما عملیات نظامی تنها و حتی مهمترین توانایی ما برای این رهبری نیست باراک اوباما در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به زندان گوانتانامو گفت ایالات متحده همواره مایل است تا پایبندیش به حاکمیت قانون و هنجارهای بینون را در عمل ثابت کند. بازداشتگاه گوانتانامو بیش از دوازده سال پیش در دوران ریاست جمهوری جورج بوش و پس از واقعی 11 سپتامبر در اردوگاه دریایی آمریکا در گوانتانامو واقع در جنوب شرقی کوبا تأسیس شد. این بازداشتگاه به منظور بازداشت افراد مزنون به عضویت در القاعده، اعضای طالبان و سایر گروه‌هایی که از نظر آمریکا فعالیت‌های تروریستی می‌کنند ایجاد شد. منابع خبری مصر از کسب آرای بیش از 90 درصدی عبدالفتاح از سیسی پس از شمارش اولیه آرا خبر دادند. به گزارش رویترز منابع خبری مصر خبر دادند که تاکنون 25 درصد آرای انتخابات مصر در سراسر این کشور شماره شده است. بر اساس این خبر نتایج شمارش آرا نشان می دهد که عبدالفتاح از سیسی با کسب بیش از 4 میلیون رای از همدین سباهی پیشتاز است. بر اساس نتایج شمارش آرای 2000 مرکز اقصرای همدین سباهی تنها دو ممایز نه دهم درصد از آرا را از آن خود کرده است. به اعتقاد ناظران دلیل اصلی میزان نچندان بالای مشارکت در انتخابات اطمینان طرفداران آقای سیسی از پیروزی او بود. عبدالفتا از سیسی فرماندهی ارتش را به عهده داشت. پس از کنار زدن محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر از سمت نظامی خود استعفا کرد تا بتواند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. انتخابات ریاست جمهوری مصر تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. اخوان المسلمین این انتخابات را تحریم کرده بودند. باشکار شدن نتایج انتخابات مراسم جشن و آتشبازی در قاهره نمایان شد. سباهی رقیب از سیسی شکست خود در این انتخابات را پذیرفت و گفت ما به رأی مردم احترام میگذاریم. هواداران سیسی بعد از آنکه او در یک قیام مردمی محمد مرسی از ریاست جمهوری را برکنار کردند معتقدند که او شخصیت قدرتمندی است که می تواند آرامش را به مصر بازگرداند در واکنش به تازه ترین سخنرانی رئیس جمهور آمریکا درباره افغانستان نیروهای شبه نظامی طالبان تهدید کردند تا زمانی که یک نیروی خارجی در افغانستان وجود داشته باشد به مبارزه ستیز جویانه خود ادامه خواهند داد باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در تبیین سیاست خارجی دولت خود اعلام کرد که به جای نگه داشتن 32 هزار نیروی نظامی در افغانستان در سال آینده میلادی این تعداد را کاهش داده و فقط 9800 نیرو را در خاک افغانستان نگه می‌دارد. نیروهای شبه نظامی طالبان همچنین گفتند رهبران آمریکا باید همان کاری که قرار است دو سال دیگر بکنند را همین حالا عملی کنند. حتی اگر یک سرباز آمریکایی در افغانستان باقی بماند، جهاد ملی علیه آنان ادامه خواهد یافت. بر اساس اخبار منتشر شده شهر ترابلوس پایتخت لیبی شب خونباری را پشت سر گذاشت. زیرا ستاد نیروهای پدافند هوایی این شهر به شدت هدف بمباران هوایی قرار گرفت و خسارات زیادی را متحمل شد. به گزارش پایگاه های خبری از لیبی این بمباران چهارشنبه شب و یک روز پس از آن صورت گرفت که فرمانده نیروهای پدافند هوایی لیبی اعلام کرد به نیروهای خلیفه هفتر در حمله به گروه های مسلح در بنغازی پیوسته است. بنابراین گزارش در انفجارهای روز گذشته شهر ترابلس دست کم دو تن کشته شدند. در ادامه بحران اوکراین وزیر انرژی روسیه میگوید مقام کیف هنوز هیچ پولی را بابت بدهی گازی قبلی خود به روسیه پرداخت نکردند. در همین حال پروشنکو رئیس جمهور جدید اوکراین هم اعلام کرد که با اشغال کریمه از سوی روسیه ثبات اوکراین به هم ریخته و شرق این کشور وارد شرایط جنگی شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه میگوید در حالی که اوکراین تا پایان روز چهارشنبه فرصت داشت تا مسئله بدهی گازی به روسیه را رو حل و فصل کند ولی حتی یک دلار نیز به حساب روسیه واریز نشده است وی گفته است مقام های اوکراینی می تا پایان روز گذشته اتحادیه اروپا را نسبت به اقدامات خود برای حل و فصل اختلاف گازی با روسیه و پرداخت بخشی از بدهی گازی مطلع می ولی هیچ مبلغی بابت بدهی گازی اوکراین پرداخت نشده است. اروپا سی درصد گاز مورد نیاز خود را از روسیه وارد می کند. اروپا سال گذشته بیش از 130 میلیارد دلار گاز طبیعی از روسیه وارد کرد. در رویدادی دیگر مرتبط با بحران اوکراین و بنابر اعلام یک افسر سازمان ناتو روسیه چند هزار سرباز خود را از منطقه مرزی آن کشور با اوکراین عقب کشیده است خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از نظامیان عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نوشت فعالیت هایی که ما مشاهده کردیم نشان دهنده عقب نشینی آرام نیروهای روسی است این نظامی ناتو همچنین گفته است با وجود عقب نشینی، هنوز هزاران سرباز روسی در منطقه مستقر هستند که می توانند ظرف مدت کوتاهی برای عملیات به کار گرفته شوند. بر اساس برآوردهای اخیر ناتو نزدیک به چهل هزار سرباز روسی در مرز اوکراین مستقر بودند. و در تعبولی دیگر فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه خبر دیدار خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را در حاشیه نشست سران کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد و گفت این دیدار به مناسبت سفر آقای پوتین به فرانسه برای شرکت در جشن هفتادومین سالگرد فرود نیروهای متفقین در ششم جوان 1944 صورت می گرد. کرملین روز چهارشنبه هفتم خرداد ماه این خبر را تایید کرد. دیدار در کاخ الیزه نخستین دیدار رئیس جمهوری روسیه با یک رهبر از کشورهای غربی پس از پیوستن کریمه به روسیه در ماه مارس گذشته است اگرچه از زمان آغاز بحران در اوکراین پوتین چند بار تلفنی با همتایان غربی خود صحبت کرده اما از بازی های المپیک زمستانی در سوچی روسیه که در ماه فوریه برگزار شد پوتین با هیچ کدام از رهبران غرب دیدار رو رو نداشته است در رویدادی دیگر پترو پروشنکو رئیس جمهور جدید اوکراین در گفتگویی با روزنامه آلمانی بیلد سایتون گفته است روسیه با اشغال شبه جزیره کریمه ثبات اوکراین را به هم زده و در شرق اوکراین شرایط جنگی حاکم کرده است پروشنکو اعلام کرده مأموریت یگانهای ارتش در شرق اوکراین دستگیر و محاکمه کردن رهبران جدایی طلبان است اما این هم روشن است که رزمندگان مسلحی که به روی سربازان ما آتش می باید از خودشان در برابر ارتش دفاع کنند. مبادله آتش میان جدایی و ارتش اوکراین از روز دوشنبه 26 مه به این سو بار دیگر شدت گرفته است. در این راستا جنگنده های نیروی هوایی اوکراین چندین بار موازه جدایی در دونسک و منطقه لوهانسک را بمباران کردند. به گفته الکساندر لوکیاچنکو شهردار دونسک در این درگیری ها چهل نفر کشته شدند که دو نفر از آنها غیر نظامی بودند. علاوه بر این سی یک نفر نیز زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. قطر اقدام به برگزاری کمپینی برای گوشزد کردن فرهنگ پوشش در این کشور به گردشگران و مهاجرین کرده است. پیام این کمپین استفاده شهروندان از پوشاک مناسب در قطر است. بر پستری از این کمپین چنین نوشته شده زنها باید از استفاده از هر گونه پوشش تنگ بدن نما کوتاه و براق مینی جوب و لباسهای آستین کوتاه خودداری کنند در بخش دیگر از پیام این کمپین آمده است مردها و زنها باید از قدم زدن با لباس شنا در محلهای دور از ساحل خودداری کنند رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از دو حزب مخالف هوادار کردها خواست کودکان ربوده شده توسط حزب غیرقانونی کارگران کرد این کشور ماسوم به پکاکا را تحویل دهند نخست وزیر ترکیه در تجمعی در استان آغری در شرق این کشور با متهم کردن دو حزب دموکراتیک خلق و صلح و دموکراسی به حمایت از پکاکا گفت این دو حزب باید زمینه بازگرداندن کودکان ربوده شده در استان دیاربک توسط پکاکا را فراهم کنند اردوغان روز سهشنبه نیز در نشست نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه در مجلس ملی این کشور گفته بود در صورتی که پکاکا کودکان ربوده شده را آزاد نکند دولت آنکارا طرحهایی جایگزین خود از جمله عملیات نظامی را به اجرا خواهد گذاشت شبکه خبری راشا تودی و پرس تیوی هر یک به صورت جداگانه مدعی شدند که ارتش آمریکا مخالفان بشار اسد را در پایگاهی سری در قطر آموزش میدهند در این ارتباط راشا شبکه خبری روسی مدعی است واشنگتن حملات مسلحانه علیه رژیم بشار اسد را از طریق ارتش آزاد و با آموزش اعضای آن رهبری می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش مهیستان بختیاری از ترکیه. پخش مستندی در مورد سوریه در شبکه پی بی اس امریکا جنجال زیادی رو در میان رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و روسیه به پا کرده. این رسانه ها با استناد به این ویدیو مدعی شدند که نیروهای امریکایی به صورت مخفیانه سربازان ارتش آزاد رو در پایگاهی در قطر در نزدیکی مرز عربستان آموزش میدن. شبکه خبری راشا تودی مدعی است در مستندی که سه شنبه شب از شبکه بی بی اس امریکا پخش شده به این موضوع اشاره میشه که نیروهای امریکایی چطور به سربازان ارتش آزاد آموزش نظامی میدن راشا تودی مدعی است که افراد وابسته به ارتش آزاد در ترکیه با نیروهای آمریکایی دیدار کرده و از اونها سلاح و مهمات دریافت میکنن این شبکه در ادامه میافزاید که آموزش های نظامی کوتاه مدت بوده و عمدتا در مورد چگونگی استفاده از سلاح‌های پیشرفته و همچنین تکنیک های نوین جنگی هستش. پرستیوی شبکه انگلیسی زبان وابسته به جمهوری اسلامی نیز در این رابطه مدعی شده که رادنی مارتین کارمند سابق کنگره امریکا در مصاحبه با این شبکه گفته آموزش ها در خاک اردن و قطر و با هدایت نومحافظ کارانه امریکا انجام میشه. جنجال رسانه های روسی و جمهوری اسلامی پیرامون این خبر تا حدی بود که روز چهارشنبه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با هیکتور تیمرمن وزیر امور خارجه آرژانتین گفته ما از اطلاعات جدید رسیده و اقدامات دولت امریکا در حمایت از مخالفین سوریه به شدت نگرانیم لاوروف همچنین گفت که با سیاست های جدید دولت امریکا نگران اون هستیم که دستور کار دور آینده مذاکرات ژنو که پیشتر در مردان توافق صورت گرفته بود مورد توجه و قرار نگیره او گفت که از سرگیری مذاکرات ژنو نباید با پیش شرط برکناری اسد باشه آقای لاوروف همچنین گفت که اینکه غربی و اطلاف ملی سوریه قصد نداره. تا زمانی که اسد بر سر کار هست به مذاکرات ژنو وارد بشن موضوع غیر واقع بینانه و ایدولوژیک هستش البته پیشتر اشاره بکنیم در مورد دخالت امریکا در سوریه و همینطور صحبت های مبنی بر آموزش نیروهای مخالف سوری توسط امریکایی ها سخنگوی پنتاگون جورد لیتل گفته بود که ما مخالفین سوریه را آموزش نظامی نمیدیم بلکه ما همکاری های با همپیمان خود اردن در زمینه تعلیم نیروها داریم اما این موضوع با برنامه آموزش نیروهای مخالف سوری تفاوت داره با این همه آقای سرگی لاروف گفته که در این باره با جانکری وزیر امور خارجه آمریکا حتما صحبت خواهد کرد البته باید این موضوع رو هم بگیم اعلام حمایت اخیر آمریکا از نیروهای میان روی مخالف اسد این امیدواری رو در میان کشورهای منطقه از جمله ترکیه به وجود آورده که آمریکا همکاری بیشتری در این رابطه با این کشورها داشته باشه محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج گفته پنج عبد قدرت دنیا از آنجا که مقابل جمهوری اسلامی کم آوردند به اضافه یک کردند تا شش قدرت بشوند به گزارش خبرگزاری تسلیم آقای نقدی در جمع بسیجیان لاهیجان مدعی شده در حال حاضر قدرت جمهوری اسلامی به اندازه افزایش یافته که پنج عبر قدرت دنیا کم آوردند به اضافه یک کردند تا شش قدرت بشوند و ایران را به سلطه در بیاورند. وی ای افسوده این شش قدرت باز هم جلوی ایران کم آوردند. سپاه پاسداران یک کشتی سومالیایی حامل نیم میلیون لیتر سوخت قاچاق را در تنگه هرمز توقیف و 13 سرنشین آن را بازداشت کرد. خبرگزاری تسنیم گزارش کرد کشتی هزارتونی تنی یحیی یحیا که این مقدار سوخت را به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می‌کرده توقیف شده است. بر اساس این گزارش نفتکش مذکور نیم میلیون تن سوخت قاچاق را از شناورها و لنج کوچک برای فروش در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس بارگیری کرده بود در جریان توقیف این محموله سوخت قاچاق 13 نفر بازداشت شدند که همگی آنها تبعی سومالی هستند خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران در شرایطی این خبر را منتشر کرده که از سپاه به عنوان یکی از مهمترین عوامل قاچاق در ایران نام برده می شود. شورای برنامه ریزی وزارت ارشاد به ادارات کل این وزارتخانه در چند استان اختیار داده است که در زمینه سانسور کتاب به طور مستقل از اداره کتاب در تهران عمل کنند. ممایزی کتاب یا همان سانسور کتاب ها در ایران توسط وزارت فرهنگ و ارشاد انجام می شود. ابتدا قرار بود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سانسور کتاب را به ناشران بسپارد که با مخالفت ناشران روبرو شد. در شرایطی که به دلیل سانسور و بیاعتمادی مردم به آثار منتشر شده تیراژ کتاب در ایران به 500 نسخه کاهش پیدا کرده شورای برنامهریزی وزارت ارشاد طرح تفیز اختیار بررسی کتاب را به اجرا گذاشته است به گفته همایون امیرزاده دبیر شورای برنامهریزی وزارت ارشاد ادارات کل استانهای قوم آذربایجان شرقی خراسان رضوی کرمان و اسفهان میتوانند از این پس کتاب ها را مستقل از اداره کتاب در تهران بررسی و سانسور کنند. قرار است که در آینده ادارات کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استانهای خوزستان، فارس، مازندران، یزد و همدان نیز تحت پوشش طرح تفیز اختیار بررسی کتاب قرار گیرند. هدف از طرح تفیز اختیار بررسی کتاب تمرکز زدائی در سانسور کتاب است. تا پیش از این ناشران شهرستانی می بایست برای دریافت مجوز آثاری که به اداره کتاب تسلیم کرده بودند به تهران سفر کنند اکنون در پنج استان یاد شده ناشران می توانند کتاب ها را برای صدور مجوز به اداره کل استانشان تحویل دهند طرح تفویض اختیار بررسی کتاب در شرایطی اجرایی می شود که اولا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نتوانسته است به وعده دولت مبنی بر واگذاری سانسور به ناشران عمل کند و دوما شمارگان کتاب در ایران به دلیل بیاعتمادی مردم به آثار منتشر شده در حد 500 نسخه کاهش یافته است ممیزی کتاب یا سانسور کتاب طرح پرسر و صدای وزارت فرهنگ و ارشاد بود علا رقم این که دولت روحانی وعده داده بود در این خصوص تسهیلاتی را فراهم کند اما تا کنون موفق نبوده است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از روی کار آمدن ابتدا وعده داد که سانسور کتاب قبل از چاپ برداشته شود. به سپس وعده خود را پس گرفت و گفت نمی توانیم ممیزی قبل از چاپ را حذف کنیم و این یک اصل حاکمیتی است که به عهده دولت است. همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اواخر مرداد ماه در گفتگو با نشریه آسمان گفته بود ما باید ممیزی قبل از چاپ را برداریم و افسوده که باید چارچوب های قانونی را به طور شفاف بیان کنیم و در اختیار ناشران قرار دهیم تا آنها به نوعی خود تنظیمی داشته باشند چند روز پس از انتشار اظهارات آقای جنتی دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان ایران در واکنش به وعده وی گفت ناشران نمیخواهند مسئول سانسور کتاب هایشان باشند. سانسور کتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زیر نظر اداره کتاب صورت می گیرد و اعضای آن معمولا ناشناخته هستند. این نهاد وظیفه بررسی محتوای تمامی کتاب ها پیش از صدور مجوز چاپ آنها را بر عهده دارد. با این حال به دلیل تعداد فراوان کتاب های ارائه شده به اداره کتاب سانسور های اعمال شده در آنها بر اساس یک سری کلید واجه صورت می گیرد. در سالهای گذشته به ویژه در دوره هشت سالی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شدت سانسور به حدی بود که نویسندگان و مترجمان ناچار بودند برای گرفتن مجوز اثر خود بسیاری از واژگان و اسامی را از کتابها حذف کرده یا آنها را تغییر دهند بسیاری از کتابها به ویژه آثار ادبی نیز سالها در اداره کتاب وزارت ارشاد معطل مانده و یا در نهایت توسط ممیزان این اداره مهر غیرقابل چاپ میخوردند. با وجودی که نزدیک به ده ماه است که احمدی نژاد دفتر ریاست جمهوری را ترک کرده اما هنوز 26 خودروی متعلق به ریاست جمهوری را تحویل نداده است. به گزارش اصر ایران علاوه بر این 26 خودرو که در اختیار احمدی نژاد است یکی دیگر از اطرافیان او هم چهار خودرو در اختیار دارد یکی دیگر از معاونان وی نیز به رغم پیگیری های متعدد از بازگرداندن دوازده خودروی دولتی سرباز باز میزند بر اساس این خبر همچنین یکی از دولت مردان احمدی نژاد در طول مدیریت خود برخی ساختمان های مجلل دولتی در تهران را با قیمت های بسیار پایین و آن هم برای مدت ده سال به اطرافیان رئیس جمهور سابق اجاره داده است. اما مبتلایان به ویروس کرونا که منجر به بیماری مرس می شود در ایران به شش نفر رسیدند. این شش نفر همه در استان کرمان زندگی می کنند. مرس که به سندروم تنفسی خاور میانه نیز معروف شده در ابتدا نشانه های شبیه به سرماخوردگی دارد. این بیماری در ادامه میتواند منجر به نارسایی های شدید عصبی و عفونت ریه و از کار افتادن کلیه ها شود. ویروس کرونا که اولین بار در سال 2012 در کشور عربستان مورد شناسایی قرار گرفت، اینک توسط حاجیانی که از مکه برگشتند به ایران رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از شناسایی شش نفر مشکوک به ویروس کرونا در کرمان خبر داد. مهدی شفیعی اضافه کرده که مراحل آزمایش ابتلا یا عدم ابتلای شش نفر دیگر به این ویروس در حال انجام است. مدیر پیشگیری دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره روش های مقابله با این بیماری توصیه کرد افراد رعایت بهداشت فردی را بکنند بهداشت فردی شامل این است که افراد مرتبا وقتی در محیط جامعه حضور دارند قبل از خوردن و آشامیدن و یا دست زدن به صورت حتما دستها را با آب و صابون به صورت کامل بشویند ویروس کرونا ابتدا تنها در کشورهای خاور میانه شایع بود و از همین رو نامان سندروم تنفسی خاور میانه میدلیس رسپیریتوری سیندروم یا همان مرس است. مدیر پیشگیری در دانشگاه علوم پزشکی کرمان به همین دلیل به کسانی که به سفرهای زیارتی در منطقه خاور میانه می توصیه کرده که در حین سفر بیشتر سبزیجات تازه مصرف کنند و مایعات بیشتری بنوشند و در اماکن عمومی ترجیحاً از ماسک استفاده کنند. ویروس کرونا در جاهای پر ازدهام و نیز از طریق تماس فردی منتقل می شود. از زمان ورود این ویروس به بدن بین 10 تا 14 روز طول می کشد تا نشانه های بیماری ظاهر شود. به همین دلیل کسانی که از کشورهای مرکز این بیماری باز میگردند بهتر است در این مدت از دست دادن و روبوسی با دیگران پرهیز کنند. علائم اولیه بیماری مرس عبارتند از تب، صرفه و اسهال خفیف. علائم شدیدتر تنفسی نیز به مرور نمایان می شوند و اگر فرد مبتلا به موقع به پزشک مراجعه نکند و یا زمینه بیماری های قلبی، ریوی، دیابت و فشار خون داشته باشند می تواند منجر به مرگ شود. این ویروس ابتدا بعد از عربستان در کشورهای امارات، قطر، اردن، کویت و عمان مشاهده شد. اما همکنون در کشورهای ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، یونان، هلند، مصر، یمن، لبنان، تونس، مالزی و فیلیپین نیز موارد ابتلا به این بیماری گزارش شده است. بر اساس اعلام مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت در حال حاضر 672 نفر در 18 کشور جهان مبتلا به این بیماری شدند که از این تعداد 207 نفرشان فوت کردند. دانشمندان هنوز نتوانستند منشه این ویروس را به طور قطع اعلام کنند. آنها اما به احتمال زیاد شطور را منشه اصلی این بیماری میدانند. زیرا در تحقیقات آنها در بدن بسیاری از شترها ویروس مرس و همچنین عناصر فراوانی علیه این ویروس یافتند آنچه دانشمندان هنوز در نیافتند این است که به رغم وجود ویروس مرس در بدن شترها چرا این حیوانات به بیماری خاصی مبتلا نمی شوند. همچنین هنوز مشخص نشده که آیا این بیماری به طور مستقیم از حیوان به انسان منتقل می شود یا فراورده های حیوانی چون شیر شطور یا گوشت شطور در انتقال این ویروس به انسان سهیم هستند. غلامرضا خسروی زندانی محکوم به اعدام به محل نامعلومی منتقل شده است. بر اساس گزارش ها انتقال ناگهانی قلام رضا خسروی زندانی محکوم به اعدام به محلی نامعلوم نگرانی درباره وضعیت وی را افزایش داده است قلام رضا خسروی سال 1386 در رفسنجان دستگیر و به اتهام جاسوسی برای سازمان مجاهدین به سه سال حبس قطعی و سه سال حبس تعلیقی محکوم شد در رویدادی دیگر مرتبط با وضعیت حقوق بشر در ایران دادگاه تجدید نظر مریم شفیپور فعال دانشجویی را که در زندان اوین زندانی است به چهار سال حبس تعذیری محکوم کرد مریم شفیپور پیش از این توسط بازجویش تهدید شده بود که حکمی بیش از پنج سال خواهد داشت این فعال دانشجویی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی پنجم مرداد ماه سال 1392 پس از احضار به دادسرای شماره دوی اوین به زندان منتقل شد و 67 روز در انفرادی به سر برد و در خبری دیگر نیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران سبا آذرپیک روزنامه نگار را در تهران بازداشت کردند بازداشت سبا آزرپیک، صبح روز چهارشنبه هفتم خرداد ماه با ورود نیروهای امنیتی به دفتر هفتهنامه تجارت فردا صورت گرفت و اما آخرین خبر اینکه جمعی از شهرهای فرهنگی و مدنی ایران در نامه ای اعدام مهافری دمیر خسروی متهم پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی را محکوم کردند. بابک احمدی، سیمین بهبهانی، جعفر پناهی، علیرضا جباری، فریبرز رئیستانا، نسرین ستوده، اسقر فرهادی، نرگس محمدی، فریده مرادخانی، اسماعیل مفتیزاده، محمد ملکی و محمد نوریزاد در قالب کارزار لغو گام به گام اعدام در ایران در نامه خود اعدام مهافرید امیر خسروی را گزینشی خواندند فعالان کارزار لغو گام به گام اعدام مهافرید امیر خسروی را بی سمر و خلاف حقوق انسانی خواندند آنها همچنین افسودند معتقدیم باید ریشه های اجتماعی فساد نابود شود سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودین شب و روز خوشی را براتون آرزو میکنم.